Bismillahirrahmanirrahim. چهار تا جمله یادتون نره. یکی خدا. دائما در فکر خدا باشید. و هو معکم اینما کنتم. در کجا هستید؟ در حسینیه، در دکانی، در منزلی، در بازاری، خدا با شماست. چشمتون، گوشتون، حتی فکری که می کنید، فکر خوب کردید، فکر بد کردید، این حساب داره. یکی از علمای کربلا را خواب دیدن بعد از 2 سال از مردنش، یادتون باشه. گفتم چطور آخرت؟ گفت من ناجح بودم 100%، لیکن باید بدانید، خدا از من حساب کشید، حتی اینکه یه روز یه بار هیزومی داشتم عبور میدادم، من یه تیکه هیزوم کوچیک کندم که خلال بکنم. خدا به من فرمود به چه مناسبت این از بار مردم کندی؟ تا این حد اونجا حساب هست. هر کلمه یه حساب دارد. هر گوش دادن یه حساب دارد. هر دست تکون دادن یه حساب دارد. خدا. اول دست با خدا. این هر روز صبح که پامیشید به خودتون تلقین بکنید. خدا. 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 همش این یادتون باشه. آدمی که با خداست خدا باهش، چیزی که با خداست میره بالا، چیزی که با خدا نیست از بین میره. اول این یاد خدا باشه تو کسبتون، تو مدرسه‌تون، در منبرتون، در محرابتون، در خانه‌تون، در هر جا خدا. این اول. دوم مرگ. پیغمبر فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم اگر میخوای زیرکترین مردم ببینی کیه؟ اونی که پول زیاد داره؟ نه. اونی که علم زیاد داره؟ نه. اونی که پای منبرش 100,000 آدم میشینن؟ نه. اینا هیچ کدوم نیستن. اونی که منصب بزرگ داره؟ نه. فرمودن این اکیس الاکیسین من اکثر ذکر هادم اللذات. یاد مرگ باشه. یه روز یا آقای ما هممون مردیم. هممون زیر خاکیم. نه شما هستید، نه من هستم، نه کسی اسمامونه بلده. باید آدم فکر این روزش باشه. هر کاری به فکر این روز باشید. از پیغمبر پرسیدن چند دفعه آدم روزی فکر مرگ بکنه؟ چند دفعه؟ پیغمبر فرمودن اقلش 30 دفعه. یعنی صبح که پا میشید یادتون باشه که ما میمیریم. نماز بخوندید یادتون باشه که ما میمیریم. بازار که رفتید یادتون باشه ما میمیریم. اگر انسان اینجوری شد همیشه راست، از این طرف خدا، از این طرف کی؟ مرد. آدمی که با خداست و با مرد در فکر خدا تمام حاجات شده در میاره. یه قصه ای نقل میکنن، شاید از عالم خطبا شنیده باشه، قصه کوچیکیه. یه وقت در دریا کشتی در حالت غرق شد. هر کسی گریه کرد، زاری کرد، صحبت کرد، دعا کرد. یه نفر بنده عبد، سیاه، دماغ افقس، فرو رفته، لبای کلوف، جدریدار، یعنی آبلدار. این نشسته بود هیچ نمیگفت. بهش گفتم عمو تو هم چیزی بگو. نمیگفت. اصرارش کرد. یادتون نره این قصه، سرش بالا کرد. گفت خدایا. اگر من به شرط عمل کردم، تو هم به شرط عمل کن. دریا ایست. دورش میخوام تو کی هستی؟ گفت من یه بنده سیاه هستم. با خدا شرط کرد. من حرف خدا را بشنیدم، خدا هم حرف من را بشنید. من حرف خدا را تا حالا شنیدم. به خدا گفتم این که خدایا تو هم حرف من را بشنید. حرف هم شنید. آدمی که با خداست، خدا حرفش میشنوه. خدا تو قرآن گفته اوفو به عهدی، اوفو به عهد کن. همیشه با خدا باشید. همیشه یاد مرگ باشید. این دو کلمه. کلمه سیوم، زحمت کشیدن و از برای نشر فرهنگ اسلام صحیح در تمام ایران. این گردن شما هاست. این 3. چهارم، کمک به بیچارگان. نگید من پول ندارم، من همش 1,000 تومن معاشمه. همون 1,000 تومن رو نصفش به بیچاره ها بگید.
اگر نصفش گاز دادید اسمش میشه مواسا. اگر 1,990 تومنش دادید اسمش میشه ایثار. خدا میگه آدمای خوب ما شاگردای این مکتبیم. خدا میگه و یؤثرون علی انفسهم. یعنی وقتی بنده یه نون دارم ظهر دیدم من گشنمه، این آقام گشنشه، نونه به این میدم. حضرت فاطمه و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین چیکار کردن؟ نونا رو خوردشون رو دادن به مردم. نگفتن ما پول زیاد داریم، حالا بیان خمسشو بدیم یا نصفشو بدیم. باید مطلب چهارم این است، برسید به بیچاره ها. این افرادی که خانه ندارن، جوانایی که زن ندارن، دخترایی که شوهر ندارن، این آدمایی که مریض هستن، این افرادی که بیچاره هستن، نگید باید آیین مراجع، خطبا، منبریا فقط کمک کنن. نگید فقط تاجرها باید کمک کنن. نگید باید دولت باید کمک کنه. باید پیغمبر چی فرمودن؟ گفتن کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته. هر کسی قدر خودش آقا. جناب عالی یه خورده از دستگاهتون کم بکنید به دستگاه مردم برسید. در یکی از جنگ‌های پیغمبر، جنگ تبوک، مسلمان‌ها یه دونه خرما رو نصف می‌کردن، نصفش این آقا می‌خورد، نصفش این آقا می‌خورد. نصف خرما، آدم ها جنگ، در حالت جنگ. یه خورده کمک بکنید شخصا به مردم. کمک که به مختلف مردم انسان باید بکنه. خدا، مرد، یادتون نره، فرهنگ، پخش کردن کتب، کمک کردن به مستضعفین. این شرط موضوع عمومی، یادتون نره. صلی الله علی محمد و علیه الطاهر.